ملیکا زر، مدیر اجرایی شبکه شش رنگ و کنشگر حقوق جامعه LGBT از برلین و سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی از اتاوا، خوش آمد میگم به هر دو مهمان گرامی. خانم زر، با شما شروع میکنیم. بیشتر درباره محورهای این بیانیه به ما بگید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شیرازی، خانم حقوقی عزیز و بینندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. از این طریق میخوام به هم نوعان خودم در ایران این پیام رو بدم که مقاومت شما ستودنی است. دو نکته بسیار بسیار برجسته در مورد این بیانیه وجود داره. اول از همه اینه که همه ما امضا کننده ها این بیانیه اتفاقا نظر داریم که جرم انگاری علیه جامعه LGBT و روابط همجنسخواهانه باید لغو بشه. همچنین در ادامه اون هر گونه تبعیض و خشونتی بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی و بیان جنسیتی باید باهاش مقابله بشه. خب این بسیار اتفاق مهمیه که بیش از 530 شخصیت و سازمان با گرایش‌های متنوعی در مورد این موضوع اتفاق نظر دارن که دیگه این مجازات‌های غیرانسانی باید پایان پیدا بکنه و اگر که ما دنبال حقوق برابر، برابری و عدالت هستیم، صرف نظر از اینکه اون افراد چه هویتی دارن، باید امنیت و آزادی داشته باشن. نکته مهم دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که امضا کنندگان این بیانیه اتفاق نظر دارن، همونطور که در عنوان بیانیه میبینین، هم سکوت در برابر ظلم در حقیقت همراهی با ظالمه. این به این معنیه که هر کدوم از ما که تعلق به هر گروهی داریم، تا زمانی که در جامعه‌ای که میبینی گروهی از جامعه به خاطر تعلق به گروهی از جامعه با گرایش جنسی متنوع یا هویت جنسیتی متفاوت سرکوب میشن، آزار میبینن و محروم میشن، تا زمانی که این اتفاقات میفته اون جامعه برای ما هم امن نخواهد بود. پس رهایی ما در گروه رهایی همه ماست. خانم حقوقی، ادامه میدم با شما. شما از جمله امضا کننده این بیانیه هستید. بیشتر درباره دلایل همراهیتون با این بیانیه به ما بگید. اولا که خب من خیلی افتخار میکنم که میتونم با یک امضا همراهی خودم رو نشون بدم و همیشه گفتم که اگر که ما تک تک افراد این جامعه آزاد نباشن که بتونن هویت خودشون رو زندگی بکنن و زندگی خودشون به صورت رضایتمند داشته باشن، ما در نهایت به آزادی نخواهیم رسید. و خب جمهوری اسلامی با واسطه یک آپارتاید جنسیتی که بر علیه زنان، بر علیه همه گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی رقم زده، هم باره آموزش های غلطی رو ارائه داده به جامعه که جامعه ما رو در سطح عدم آگاهی نگه داشته. و خب شما میبینید دیگه که الان این همه امضا از اقشار مختلف، از افراد مختلف و متخصص های با تخصص های مختلف، نشون دهنده این هست که جامعه داره آگاه میشه. و دلیل من هم برای این همراهی، یک این که به صورت کلی من برابری یه حقوق رو برای همه افراد نشون دهنده یک جامعه سالم میبینم، و از طرفی بسیار با مراجعین بسیار زیادی کار کردم که رنج دارن میکشن در جامعه که جندر آپارتاید و آپارتاید جنسیتی سرمشق قوانینشه، رنج میکشن و خانواده هایی که از هم میپاشن به واسطه اشتباهات و ناآگاهی جامعه. و من فکر میکنم که تک تک ما مسئول هستیم که در برای این برابری قدم برداریم. خانم زر، این بیانیه رو صدها کنشگر و 35 نهاد امضا کردن. درباره این ترکیب متنوع به ما بیشتر بگید. ببینید، در واقع این بیانیه یک موفقیت تاریخی برای جامعه LGBT و در نتیجه جامعه روشنفکری و مترقی ایرانه. به این دلیل که بیش از 530 شخصیت و نهاد حقوق بشری با بی‌نظیری از گرایش سیاسی، تعلق اتنیکی، طبقه اجتماعی و گروه اجتماعی با سنین مختلف اومدن این بیانیه رو امضا کردن. در نتیجه این پیام رو دارن به جامعه میدن که اگر که ما هر کدوممون برای اینکه بتونیم به برابری و آزادی برسیم تلاش نکنیم، در حقیقت اون برابری آزادی که متصور هستیم یه چیز ناقصی داره. خیلی ساده اگر که بخوام بهتون بگم، من به عنوان یک لزبیان اگر که بخوام در فردای آزاد ایران در خیابان حضور پیدا بکنم، حضور اجتماعی و آشکارا داشته باشم، شرایط حاضر برای من در حقیقت
خطرناکه و من رو به عنوان یک مجرم تلقی میکنه. این بیانیه به صورت ساده با شخصیت مختلف دانشگاهی، حقوق بشری، اجتماعی و سیاسی که امضاش کردن داره نشون میده که جامعه ما، جامعه LGBT در طی این سالها موفق شده با حضور گسترده خودش، با مقاومت خودش، حقوق خودش و مطالباتش رو به جامعه بشناسونه و جامعه بفهمه که این مطالبات انسانی هستن و باید از اونها حمایت کرد. توجه داشته باشین که شبکه ششنگ حدود 15 ساله که داره فعالیت میکنه و سالها بود که به تنهایی برای این روز بیانیه امضا کرد. ما این پیشرفت رو میبینیم که حاصل تلاش بیوقفه جامعه LGBT ایران و پیوند جنبش کویر با جنبش جهانی هستش که الان توی سال 2024 بیانیه امضا میشه که 530 شخصیت و نهاد حقوق بشری موافق این هستن که هر گونه تبعیض و خشونت علیه جامعه LGBT صرف گرایش جنسی انسان ها، صرف هویت جنسیتیشون رفع بشه و برابری برای همه در نهایت به وجود بیاد. خانم حقوقی، حالا جدا از بحث زاویه اجتماعیش، از بعد روانشناختی پرداختن به حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی چه اهمیت و ضرورت و در واقع چه نتایجی داره؟ بله حتما این آگاهی به جامعه ما کمک میکنه. همینطور که ملکا جان زر گفتن، اگر 15 سال پیش همین بیانیه رو جامعه ششرنگ، شبکه ششرنگ منتشر میکرد، شاید کمتر از 10 تا امضا میگرفت. ولی امروز به واسطه آگاهی که جامعه پیدا کرده و به واسطه اینکه افراد با گرایش‌های جنسی متفاوت و هویت‌های جنسیتی متفاوت، عزت نفسی که پیدا کردند که هویت خودشون رو بپذیرند، میتونن مطالبات خودشون رو فریاد بزنن و 530 نهاد و فرد متخصص پای این بیانیه رو امضا میکنن. به نظر من میرسه که به لحاظ روانشناختی آگاهی و افزایش عزت نفس باعث میشه که این جامعه بتونن نقش خودشون رو بیش از پیش در جامعه هویدا بکنن و به واسطه فعالیت هایی که جامعه، تشکل‌های مختلف، سازمان‌های مختلف مثل ششرنگ، افراد مختلف، افرادی در جامعه LGBTQ در ایران و خارج از ایران به واسطه آگاه‌سازی و اینکه روشن و شفاف در مورد هویت خودشون صحبت کردن، ما امروز میتونیم این 530 امضا رو ببینیم که متخصصان بسیار زیادی میان کردیت میدن که این بیانیه حق، در صورتی که ما می‌دونیم چندین سال گذشته در ایران حتی روانشناس‌ها این موضوع رو، یعنی اگر که کسی هم جنس‌گرا بود رو میمدن اختلال مینامیدن، یعنی اینقدر آگاهی وجود نداشت. ولی امروز خب میبینیم که چقدر از متخصصین مختلف، افراد دانشگاهی این بیانیه رو امضا میکنن و جای خوشحالی و من امیدوارم که این قدم ها هر روز ادامه پیدا بکنه و این آگاهی در سطح جامعه بیشتر بشه. نمیدونم ما فرصت داریم که من پرسش دیگری بپرسم یا اینکه خیر، بله یک فرصت کوتاهی داریم. خانم زر، فکر میکنید که صدور چنین بیانیه‌ای چقدر میتونه به بهبود حقوق اقلیت‌های جنسی کمک کنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید لطفا. خیلی اهمیت زیادی داره خانم شیرازی. در درجه اول به خود اعضای این جامعه این امید رو میده که ما مبارزمون بی‌نتیجه نبوده. درسته که هنوز جمهوری اسلامی علیه ما نفرت پراکنی میکنه، حقوق ما رو به رسمیت نمیشناسه و هر چه ما رشد میکنیم، پیشرفت میکنیم، اونا این نفرت پراکنی و مقابله رو بیشتر میکنن، اما این امید در ما زنده میشه. در روی دیگری هستش که این اتحاد، گروه‌های سیاسی مختلف، گروه‌های اجتماعی مختلف، بله، با این اتحاد بیشتر و بیشتر و بیشتر قوی میشن و میتونیم علیه نابرابری با هم بیشتر بجنگیم. سپاسگزارم. وقت بیشتری نداریم. ملیکا زر و کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی از برلین و سمیرا حقوقی روانشناس بالینی از اتاوا، ممنونم از هر دوی شما.